آقای دکتر، این سوال خود منم هست، چون یک چالش بزرگی برای خودم میگه تو زندگی شخصیم. عرض کنم که امیر خلیلی پرسیده، میگه چطور بعضیا میتونن چند کار رو همزمان انجام بدن و بعضیا فقط یک کار رو بیشتر نمیتونن؟ یعنی من الان مثلا خودم فقط میتونم سوالا رو تو لایف چت به حساب جدا کنم، همزمان نمیتونم کار دیگه ای انجام بدم. به چه صورت هست؟ ببین این و اصطلاح مالتی تاسکینگ که آدم بتونه چند تا کار، این فرق داره. ببین مثلا بعضیا هستن هم میتونن هنر داشته باشن، هم میتونن علم داشته باشن، هم میتونن رشته های مختلف فعال باشن، یه بحرالعلوم باشن، درست؟ این یه نوع مالتی تاسکینگه. ولی برای انجام کار در هر لحظه فقط یک خط هستش و اون هم محتاج توجه هست. شما برای انجام یک کاری که مفید واقع بشه بایستی از سیستم توجهیتون استفاده کنید، و فقط توجه هم میتونه به یک محرک باشه، یعنی توجه میتونه به یک راه حل یا یک حرکت یا یک قصد اینا متمرکز شه. دو تا سیستم توجه فعال نداریم. به این جهت هستش که شما الان نمیتونید، من الان نمیتونم هم با شما حرف بزنم و هم مثلا با خانمم حرف بزنم، این امکان نداره. به خاطر اینکه برای که مغز من بتونه جواب شما رو بده، باید سیستم توجهیم به محتویات مغز من دسترسی داشته باشه، اونا رو بزرگشون کنه، در اختیار بذاره. به این جهت اون مالتی تاسکینگی که میگن، آدم میتونه در چند تا رشته، قدرت مغزش میتونه در چند تا رشته کار کنه، ولی در هر لحظه بیشتر از یک خط، مثل رادیو هستش. نمیتونین چند در یه رادیو، شما نمیتونین چند تا ایستگاه رو روشن کنید و همشون با هم بیاد. اگه همه با هم بیاد آدم قاطی میکنه و چون سیستم توجهی نیستش آدم نمیتونه جواب درستی در بیاد و حواس دچار حواس پرتی میشه و همون اختلالی هستش که گاهی ایجاد میشه در اونایی که اختلال توجهی دارن و نمیتونن، سیستم توجهیشون اختلال داره و نمیتونن تمرکز کنن و از شاخه به شاخه دیگه میرن. به این جد الان شما کاملا طبیعی هستش که وقتی که داریم به من گوش میکنید دیگه نمیتونید سوال دیگه بخونید، میتونید به یک کدوم ادامه بدید، یا به حرفای من توجه کنید یا به نوشته‌ای که روی صفحه مانیتورتون هستش. نه، چنین چیزی برای لحظه ها وجود نداره که آدم بتونه توجهشو به دو تا، اینم کاملا ساختار شناخته شده در یه شبکه هایی هست به اسم شبکه های مجذوب کننده، که وقتی که دو تا محرک وارد میشه، این دو تا محرک از پایین وارد میشه، از بالا یک امواجی فرستاده میشه که تعیین میکنه که کدومشون از این دوتا قوی تر هستن، اون ضعیفه رو ضعیف تر میکنه، قویه رو هم ضعیف تر میکنه، در نهایت اینقدر اینو ادامه میده تا یک کدومشون محو بشن و فقط یه دونشون در ذهن باقی بمونن. این ادراکتور سیستمه یا شبکه های ادراکتور یا شبکه های مجذوب کننده مغز هستش که این کارو میکنن، که در نهایت فقط یک موضوع در آگاهی باقی بمونه که مغز بتونه بهش توجه کنه و جواب مناسب بهش بده.